بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی عبده و رسوله الامی الامین و علی آله المهتدین. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. آمد از آفاق یار مهربان یوسف صدیق را شد مهمان. کاشنا بودن وقت کودکی بر وساده آشنایی متکی. یاد دادش جور اخوان و حسد گفت آن زنجیر بود و ما اسد. آن نرود شیر را از سلسله ما نداریم از قضای حق گله. شیر را بر گردن ار زنجیر بود بر همه زنجیر سازان میر بود. گفت چون بودی تو در زندان و چا؟ گفت همچون در محاق و کاست ما. در محاق ار ماه نو گردد دوتا می نگردد بعد آخر در سما. گرچه دردانه به هاون کوفتم لیک نور دل شد و رفع گزند. گندمی را زیر خاک انداختم پس به خاکش خوشه ها برساختم. بار دیگر کوفتندش زاسیا قیمتش افزود و نان شد جانفزا. باز نان را زیر دندان کوفتند گشت جان و فکر و عقل دشمن. باز آن جان چون که محو عشق گشت یعجب و زرا آمد بعد هشت. بعد قصه گفتنش گفته رفیق بعد قصه گفتنش گفته مهان هین چه آوردی تو ما را ارمغان. بر در یاران تو بیدست آمدن همچو بیگندم سوی تاخون شدن. گفت من چند ارمغان جستم تو را ارمغانی در نظر نامد مرا. حبه ای را من سوی کان چون برم قطره ای را سوی عمان چون برم. زیره ای را من به کرمان آورم گر به پیش تو دل و جان آورم. لایق آن دیدم که من آینه ای بهر تو آرم چون نور سینه ای. تا تو روی خوب خود بینی در آن ای تو چون خورشید و شمع آسمان. آینه آوردمت ای روشنی تا ببینی روی خود یادم کنی. افتخار میکنم که در یک همچه جمع کیفی و صمیمی مخلصانه و عاشقانه لیاقت حضور در جمع خواهران و برادران عزیز خودم را دارم. دو ماه پیش بود دوست عزیزم جناب آقای فکوری تماس گرفتن فرمودن که در نظر است
جلسه سالگردی را ما امسال برای گرامی داشت از مقام شامخ رهبر شهید در کلگری تشکیل بدهیم. آیا می توانید در این جلسه حضور پیدا کنید؟ همان لحظه بدون هیچ تأملی ایشان شاهده و بدون یک ثانیه مکس حتی گفتم اگر دست روزگار و حوادث امانم بدهد با پا نه که با سر در خدمت عزیزان خواهم بود. و چه افتخار بهتر از این که امسال در یکی از ایالت‌های بزرگ کانادا مثل آلبرتا نام نامی رهبر شهید به اعتراض در می آید. فرزندان آواره و مهاجر مزاری که در شمالی ترین نقطه عالم رهب اقامت گزیده ام یاد و نام و خاطره و رشادت پدر را گرامی می دارند. افتخار بالاتر از این نیست که یک شبی و یک مجلسی در جمع دوستان باشند. بنابراین خداوند لطف کرد، این توفیق را عنایت کرد، دوستان زمینه این دیدار را فراهم کردند. از انجمن شما، از جمع شما، از همکاران محترمی که این مجلس را تشکیل داده اند صمیمانه سپاسگزاری می کنم. از یکایک شما خواهران و برادران عزیزی که زینت بخش فضای این مجلس شده اید صمیمانه تشکر می کنم که به خاطر گرامی داشت یاد و نام رهبر شهید و پدر شهید ملت این شب را گرد هم آمدید و این کمینه هم این افتخار را دارم که دقایق در محضرتان باشم. باری دوستانم نام از حقیر گرفتند. من اینجا عزیزانی را که سالها ندیده بودن زیارت کردم. برادر بزرگوارم که انسان فرهیخته و فعالی بود، آتشپاره‌ای بود، برای مردمش می‌دوید و کار می‌کرد، انجینیر صدحافظ را زیارت کردم. و بسیاری از دوستان عزیز را که ندیده بودم و صدایشان را شنیده بودم زیارت کردم و دیدم. اینها همه از برکت روح والا و اعلا و متعالی رهبر شهید است که فرزندانش را هر از چندی گرده هم جمع می کند و این نعمتی است بزرگ. و من امیدوارم که این گرده همایی ها و این جلسات که سال به سال در گوشه گوشه جهان انعقاد می یابد تا سال آینده به تعلیق و تعطیل نیفتد.